درود عزیزان دلم همراهان گرامی دکتر شوبیر خوب و خوش هستید امروز میخوام در مورد مهمترین ماده غذایی و تأثیر گذارترین غذا برای سلامت چشمانتون صحبت کنم تا شما بتونید با این دو به معنای واقعی کلمه روند ضعیف شدن و پیر شدن چشمتون رو کند کنید پیرچشمی، کورچشمی و بیماری های چشمی رو تا سالیان سال از خودتون دور کنید بتونید شفافتر و دنیا رو زیباتر ببینید قبل از شروع این ویدیو اگر هنوز عضو کانال دکتر شوبر نشدید حتما سابسکرایب کنید و زنگوله رو روی آل قرار بدید ویدیو براتون مفید بود لایکش کنید و برای من کامنت بنویسید اگر لینک این ویدیو رو در کانال های خانوادگی و دوستانه خودتون به اشتراک بذارید به عزیزانتون هم کمک خواهید کرد سپاس کزارم از شما چه اتفاقی میافته که شما الان میتونید من رو با چشمان زیباتون ببینید چشمان شما از قرنیه، انبیه، مردمک چشم، زلالیه، عدسی، زجاجیه و شبکیه تشکیل شده زمانی که نور از قرنیه شما عبور میکنه به انبیه که قسمت رنگی چشمه میرسه و بعدش به عدسی چشم شما برخورد میکنه بعد این عدسی چشم شما نور رو به زیبایی روی شبکیه چشمتون متمرکز خواهد کرد این شبکیه بخش بزرگی از فضای پشت مردمک چشم شما رو به خودش اختصاص داده و یکی از مهمترین ساختارهای چشم شماست شبکیه تعداد زیادی گیرنده داره تا بتونه یک حجم دیوانه کننده ای از اطلاعات رو دریافت کنه و از طریق عصب بینایی شما به مغزتون منتقلشون کنه بنابراین شبکیه اهمیت بسیار زیادی در کیفیت دید شما داره این شبکیه در بین همه سلولهایی که داره دو و سلول بسیار مهم به نامهای سلولهای ای و سلولهای مخروطی هم داره سلولهای ای به دید در نور کم و سلولهای مخروطی به تشخیص جزیات ریستر و رنگها اختصاص دارن حالا برای اینکه این ساختار و سلولها بتونن کارشون رو درست انجام بدن به یک ماده مقذیه بسیار مهم نیاز دارن اونم؟ DHA DHA یک اسید چرب به شدت به دلتهابه برای همینم تقریبا در تمام سلول های شما پیدا میشه و عمل کردهای فوقلاده زیادی داره که در از تا پنج درصد از قشای سلولی شما رو به خودش اختصاص داده این در حالیه که در شبکیه چشم شما این میزان از پنج درصد به پنجاه درصد میرسه بنابراین انتخاب این ماده مقضی به عنوان مهمترین ماده مقضی برای چشمان شما از روی منطق و حساب و کتابه شبکه چشم شما یک بخش کوچک در خودش جای داده که این بخش بیشترین حساسیت رو نسبت به نور داره و موجب دید مستقیم و واضح شما میشه به این بخش کوچک از شبکه ماکولا یا در پارسی لکه زرد میگیم علت این زردی هم وجود کاروتنوید های فراوانه حالا وظیفه دوم DHA پشتیبانی از این کاروتنوید هاست و تازه میتونه با هم بکنه تا شما بتونید اطلاعات بهتر و شفافتری به مغزتون ارسال کنید یکی از مشکلات شایعی که اکثر مردم با چشمشون دارن چیه؟ دژنراسیون ماکولا حالا DHA با تقویت این کاروتنویدها ها واقعا از چشمان شما در برابر اشعه یووی و همچنین نور آبی و دژنراسیون ماکولا محافظت خواهد کرد این کاروتنوید ها لوتین، زازنتین و مزوزازنتین هستند. سومین وظیفه دی کمک به کنترل رشد رگهای های خونی تا شما درگیر رشد رگهای اضافی در چشمانتون نشید. بنابراین بدون اون دی شما رشد زیاد رگهای خونی خواهید داشت که میتونن اثر منفی قابل توجهی روی دید شما بذارن حالا چه چیزهایی باعث تخلیه چی در بدن شما میشن؟ کم بوده دیه سه دلیل داره یکی نور آبی و اشعه فرابنفشه که به راحتی چی رو نابود میکنن علت دوم اسیدهای چرب اومگا 6 هستن یعنی تمام اون روغن آفتابگردان و کانولا و ذرت و پنبدانه حالا چرا؟ چون اسیدهای چرب اومگا 6 همیشه در بدن شما با اسیدهای چرب اومگا 3 رقابت میکنن و خب معمولا اونی پیروز میدانه که نفرات بیشتری داشته باشه بنابراین نسبت اومگا 6 به اومگا 3 بسیار مهمه علت آخرم نخوردن غذاهایی که به شما DHA کافی میرسونن حالا سوال اینه اینها چه غذاهایی هستند؟ بهترین و اولین منبع DHA غذاهای دریایی هستند ماهی های آب سرد مثل ماهی سالمون، ماهی تون، ماهی ساردین، ماهی کات، شاه ماهی و همچنین صدف منابع بعدی به ترتیب گوشت گاو تغذیه شده با علوفه و زرده تخم مرغه مخصوصا تخم مرغ روستایی و محلی که در خارج از مرغداری ها در باغ و باغچه و دشت و روستا و حتی کنار جاده ها تغذیه شده باشند از تخم مرغ های صنعتی بهترند منابع آخر اما به شما DHA نمی رسونن. به شما پیش ساز تولید دیهچه یعنی ALA رو میدن این دو گردو و دانه کتان هستند حالا چه غذاهایی کاروتنویدهایی مثل لوتین و زازنتین رو به شما میرسونند؟ اولین منبع این کاروتنوید ها زرده تخم مرغه بنابراین میشه نتیجه گرفت بهترین غذا برای سلامت چشمان شما زرده تخم مرغه چون هر آن چیزی که شما برای دید شفاف و عالی نیاز دارید رو بهتون تقدیم میکنه با خوردن تخم مرغ کامل شما با یک تیر دو نشان خواهید زد هم چی رو خواهید داشت هم لوتین و زازنتین رو منابع بعدی اما سبزیجات برگ سبز، کاهو، کلم پیچ، کلم بروکلی، اسفناج و از این قبیل سبزیجات هستند. این کاروتنوید ها رو میتونید در گوشت قرمز و گاو هم پیدا کنید. اما خب گاوی که در طبیعت تغذیه شده باشه. چون اول باید به خودش کاروتنوید کافی رسیده باشه تا بعد بتونه به شما چیزی تقدیم کنه. خب میمونه مزازازنتین که این رو هم میتونید از غذاهای دریایی ماهی و میگو و باز از زرده تخم مرغ دریافت کنید الان اگر شما رو از خوردن تخم مرغ ترسوندن به شما گفتن زرده تخم مرغ باعث بیماری های قلبی و گرفتگی عروقی و کلسترول بالا میشه حتما حتما ویدیو بالایی رو تماشا کنید ویدیو پایینی هم یک تمرین عالی رو به شما یاد میده تا بالاخره بتونید اون عینک رو کنار بذارید ارسال لینک این ویدیو به عزیزانتون یادتون نره خیلی دوستتون دارم مراقب همدیگه باشید در یکی از این ویدیوها میبینمت